سلام دارم خدمت تمام شما هموطن خوب و نازنینم، هم عزیز و افغانستانی های گل امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید صبح زبای شما بخیر سلام دیگر دارم خدمت تمامی فارسی زبان های عزیز هم زبان خوبم هم زبانای ما هر جای دنیا هستید خدا کنه خوب و خوش لبتان خندان همیشه دلتان پر از شاده ها باشه صبح زبای همگی شما بخیر در پناه خداوند یک بوده باشید <تصفح> میبخشید یک کمه که صدای ما بالا بردم باز گلویم گیرم <تصفح> صبح زود است و چی میشه کرد؟ نازن نا تشکری میکنم از تمام شما بابت کامنت های زیبای شما و تشکری می کنم عزیزان دل از پیام های زیبای امروز در خدمت شما هستم داستانی پیربچه افغان که در سر چیت گیر آمده خوب عزیزان دل قصه کنم برتان من دیگه جای امریکا رو قدر اطلاع درست و دقیق ندارم که چه قسمی هست و این قسم که دختر در لس زیبا بسیار زیاد است دمی چار کانتی دخترایی که بسیار میرن شوگر دادی میگیرن و امی شوگر بیبی شوگر دادی میگیرن ها خود اینا میشن دختر خوانده مردکه خب برای همه چیز یعنی به گفته ما افغان ها گفته ما افغانستانی ها سخ سیخ میسازن کباب هم یک دختری مقبول در خانه دارن و هم آجتی هایشان میشه و هم نام خدا دیگه مردای افغان بسیار دل زنده هستن خب کارش نمیشه کرد در لس آنجلس از دیبا مردای افغان و مردای ایرانی اینا نام خدا بسیار اشتیاق دارن اشتهایشان در چی هست و همیشه سعی میکنن که دخترای اینمی اینمی بله زکم وضعیتش خوب نیست اینم نباشه کلان است دختش دخترش خوب نیست عزیزان این آن های خوب خوب و را از اکسپریس گرفتیم باور کنین بسیار قیمت هم گرفتیم ولی شونه کته هست خب چون آدمای خیاط میفهمم که چی با چی هست من یک های بسیار خیاط خوب بودم خب اعلام می‌کنیم پشتیره هر دفعه اینو میکنم که امی جوی تو توکماک کنم معلوم نشه ولی خیر است دیگه جای میجاب نداره ولی من زنی افغان هستم یه <coughs> براتون بگویم. دامی لس آنجلس از مردای افغان و مردای ایرانی بسیار زیاد است که بسیار اشتیهای دارن که دنبال دخترک های غیر از افغانستان و ایران بگردن چون میخواین که اینا اینا را رسوا نکنه این منظور رسوایش چه میکنی که نشناسه که زن داره نداره ای از کجا هست از کجا نیست کلش هم میگه که ما از کجا هستیم میگه اینا از مدلست هستن مدلستن مدلستن خب امروز ما قصده مدل می استرن میکنم که افغان ما خودش هم مدل استرن گفته خب عزیزان بر مردای عزیزان دل یک چیز پیش از برنامه برتان بگویم من حقیقت هم میگم هیچ وقتی توهین نمیکنم خدای نکردم خواهرای عزیز و برادرای فالوور من هیچ وقتی از ما خفه نشوی که تو در دین ما توهین کردی دینی شما نه دینی همه ما من وقت در دین توحین نمی فقط من حقیقت ها می شما را آگاه بسازم و شما زیادترینتان اتان می ولی زیادتر من کمتر می شما زیادتر می چون من سال هاست که از بین افغان ها دورتر بودیم و هرچند که در بین ایرانی ها بودم و باز هم از افغان های ما دورتر بودیم. خوب نازنینا، ها که می مردای افغان و مردای ایرانی اشتیاقشان باز هسته منظورم جوانان نیستن یک وقتی جوانان در خودشان نخورن که هم ما رو میگم اش رو نمیگم شما حق دارین هر خوشی رو بکنین ولی که مردای افغان و مردای ایرانی سنشان هم بالا هست دو سه تا اولاد خوب ایرانی ها حتما دارن افغان هم خود نام خدا کمتر از زیادتری دوازده سیزده کمترشان تا مثل ما دارن اینا چی میکنن اینا وقتی یک را یک اک دختر که پیدا میکنن چلو پنج دانه قرآن در دا بسته میکنن که ما نه داریم نه چی کس کوی نداریم این دختر هم خوب دخترایی که پشت همچین مردای میگرده زیادتر سیکریتی هستن و شرابی هستن و زیادتر دخترایی هستن که درس نخواندن و نمیخوانند دخترای پشت خوشگذرانی یا پشت هم و یک چند پولی که اینا برشان یک کالا میخرن یا رستوران میبرن این دخترا معمولا پشت همچین مردای میگردن که خرج شب مرد دخترایی که در خانه فامیل داشته باشه یا یعنی خانه داشته باشه،, داشته باشه مادر داشته باشه مادر خوب یا پدر خوب که همه چیز برای اینا فراهم کنه اینا درس بخوان اینا وقت پوشت همچین مردایی نمیره دختری که معتاد به الکل و سکریت و همین که دود میکنه نباشه هیچ وقتی کارا را نمیکنه که برو پشت یک مردی که ما زنایی که همسن و سال باشه خوش مانمیه. ولی اینا میرن از مجبوری در خانه اینا میدره و در خانهشان میرن و ازی زندگی میکنن این حقیقت بود که من گفتم در لس آنجلس از این دخترا بسیار زیاد هستن هم فهم شما که در دیگه جای امریکا هستین هم همه قسم است یعنی اگر بود خونویشته کنین که ها در کامنت نوشته کنین ها خوار سارا در جای ما همچین زیاد پیدا میشه که میرن شگرددی پیدا میکنن خب عزیزان دل قصه کنم پیشتان که قصه از چه قرار است در جیم ما که من جیم میروم زنبا میروم من زنبا را بسیار دوست دارم زنبا ما زنبا میگیم نمی شما چی میگین همو یک کلاس هست که بسیار شاد و بسیار سرحال میکنه در اما وقت هر تایمی که زنبا باشم من میروم نی شام فقط در یه ما یک دختر بسیار هم تو مقبولکی، سفیدگی که اصلیتش هم، امریکایی همیشه می آمد دو پشت استاد می شد زنبا می کرد و طرف من تو می دید. ما خیال می کردم بعض وقتا خب ما یک زن هستم که هم سال اینا نیستم خب مثل ما پور هستم سن ولی این مرا می دید بعض وقتا در خود اختخار می کردم که نکنم بسیار مقبول هستم که مرا می بینم بعض وقتا هم خیال می کردم خب خوشش می آیا بعض وقتا حساس می کردم خب این جزو دخترام زیاد است که پشت شگرممی هم می گردم. بعض ما بر ما یک رقم خوشایند نیست اگر زن بخواید بر من نزدیک شوه یا دختری غیر از اولادای خودم اینی احساس خوب ندارم از جنس خودم براتون ما همه چیز حقیقت میگم خلاصه برتان میگم بر من خوب نیست خوشم نمیایه یک دفعه که ایره البته چند وقتی تقریبا یک دو ماهی من کرده بودم که دختر بسیار مرا میبینه و نمی و می فهمیدم که افغانم نیست اگر ای می فهمیدم که کم مویایش سیاست و چشمایش مثل من سیاست من حتما می رفتم کتش دلو ملیک که چه خبر است من رو می خب یک روز که نه تقریبا یک هفته پیش آمد کت من سلام کرد گفت شما مجرد هستین من ایکی مجرد گفت من دوست پایچه شدم گفتم نه من شوهر دارم گفت خوش شوهر دارین گفتم ما گفتم چرا ایرا پرسان کردین گفته هیچ همون تو پرسان کردم آه. گفتم خوش سلام علیک کردم گفتم من تو را خیلی وقت اینجا میبینم آه. خیال میکنم که مرا میشناسی گفت که ها ویدیو ایت دیدیم گفتم خوش وقت هستم چطور تو ویدیو مرا دیدی گفت بوی فرندم شگرددی از کشور تو هست همیشه تو را میبینه و او میگه ای خورم است بسیار تو را میبینه ویدیو تو را و ما بار بار دیدیم که خودش را در روی موبایلش مندازه و ویدیوهای تو گوش میکنه ولی من زبان شما را نمیفهم تو در زبان دیگه گپ میزنیم گفتم ما ما دری گپ میزنیم بای فرند تو از کجا هست؟ گفت میدلستر است گفتم ما میدلستر نیستیم گفت خیج و ماز گفتم کشور ما میشه سنترال ایژیا گفت نه شوار من میدلستر نست گفتم پس بیادر من است. خوی را خو من میفهمیدم یعنی من یک سه تا بیادر دارم خداوند نگاهشان کنه اگه اینا پیش زناشان این ای تو نمیتانه بسیار زنایشان سرشان حاکم است این خوشحال هستم گفتم که هر که هست مرا میبینه و پیش دختر خاندش یا مو گرفرندش میگه که ای خوارم است که مشکوک نشوم دخترای اینجا اگر کسی را ددی بگیره یا بوی فرند بگیره کسی طرف بوی فرندش یا شگر ببینه عمله میکنه بعد پشت سرش خارج گفت نه شاید منم نمیفهم ولی همیشه هم میبینه شما را اما تو رفت تخمایش تو هم رفت خب من خلاصه از زنباش شروع شد و تمام شد این تیز رفت تا من دیدم که کتا بزن می رفت خب یک دو سه روزی رو ندیدم دوباره یک روزی رو که دیدم اما تو بسیار ناراحت و جگرخون گفتم که سلام علیک کردم گفتم چطوری دختر خوبی گفتا خوبم گفتم چی شده چرا مریض هستی گفتا یک مقدار مریض هستم گفتم بعد از زنبا نرو که من کار دارم ترم میخوایم حال بیادر از تو پرسان کنم گفت خواه سعیستم ای بعد از زنبا که تمام شد اونجا گوشه استاد شد چون ما باز استاد زنبا ما یک زنی از فیلیپین هستم و بسیار دوستش دارم با همیشه آخر زنبای یک اینا عکس میگیرن و البته من عکس اینا هیچ وقت نیستم نمیاییم چون اینا کلشان از فلپین و مکسیکو هست من زمی عکس مکس سلفی ملفی خوشم نمی خوب در نمی آیه، یعنی در کسی ببینم از سلفی بگیرم هم تو نام خدای نمی کلچه روی می یعنی. نمی تو می و گفته که یک دوست داشتم در اندوستان یک زن بود میگفت ماه روی ببین خب عزیزان من رفتم با این خداحافظی کنم گفتم من کار دارم میگفت واستا من کار دارم خداحافظی مالتا آورده بود اینا درخت دارن در دا داخل پلاستیک که از اونا بود گفتم من نمیتونم بردم من بروم کار دارم رفتم دختر در سر یک چوکی شستم گفتم خوب چطور هستی میتونم عکس شوگرددی تا ببینم گفتم خلاصه عزیزان دل دیدم. دیدم دیدم گفتم واقعا از کشور من بوده نمی تو نام خدا لاغر که نمی تو کوما رفته در داخل چقور شده نمی فهم که دندان داشت نی قد دانش همی بود دیگه گفتم خو چه تو پیدا کردین گفت از طریق فیسبوک گفتم کجا هست در جایش خانهش از کجا هست زن اولاد تو گفت نه فقط تو رو میگه خوارم هست دیگه چیز نداره گفتم نه نی. بیادرم نیست ولی یک زمانایی شاید مرا ما افغان‌ها ها هر جای که هستیم زن مرد افغان دیدیم بیادر میگیم و زن افغان که دیدیم خوار میگیم گفت نه خوارد نیست بیادر نیست گفتم نه گفت خب خاطر جمع شدم به خاطر که شما ازدواج کرده هستین اگر کدام ازدواج کردن نمی بود خب من جنگ می میرفتم که تو چرا می می‌بینی؟ ولی خاطر جمع شدم شما چه کاره هستین خب خلاصه گفتم برش که چه هستم و گفت بسیار خوشحال هستم و میخوایم که از گپ بزنم و همینجا یک مقدار گپ زدیم و از کجا هستی گفت فامیل اصلیت فامیل ما از اسپانیا است ولی ما پدرم در امریکا در دنیا آمده خودم در امریکا در دنیا آمدیم اصلیت ما یعنی اروپایی هستیم از اسپانیا خوب عزیزان دل خب دیگه هیچی دیگه گفتم خوب ندارم من خوامیدم گفتم حتما دارم دیگه نگفتم ولی گفتم حالا اگه دایی بگویم رفته از یخنش میگیرم ممکن هستم بیادر خواهریم و به هم بخورم چند مدتی از این قضیه شد یک روزی را دیدم اما تا بسیار پخپلو و بسیار ناراحت و چند وقت بود ندیده بودم کتش سلام علیک کردم چطور هستی؟ گفت خوب نیستم گفتم چرا؟ بعد از سنف بشه که بعد از همین زنبا بشه که گب بزنیم گفت است. بعد از این باشیش بغلش گفتم چی شده گفت بوی و زن داشته می شوگر گفتم خو قصه کو <applause> گفتم بان که سری نخ داد دستم آمد گفتم قصه کو ما میخوایم کمکت کنم <applause> گفت که گفتم چی تو خبر شدی گفته ایش ما در اپارتمان خوب بودیم صبح اپارتمان یک اتاقه باز من در بارش گپ میزنم بعد از دی. گفت خو خب بودیم صبح خوب که تقریبا ساعت نوی صبح هم قوا بود گفت شب پیشش ما یک میمان دوستای همی شگرددی ما در خانه ما بود نان خوردن و اینا رفتن گفت صبح ما خو خب بودیم شبش بسیار درین کرده بودیم یعنی سر کار نرفته بودیم بنده خدا که در کجا کار میکرده ای شگرددی در دا گارد بوده خب حساب کنی نزیزان دل اگر کسی دختری را میگیره که خرج برش بته نباید از خود یک زندگی داشته باشه پول پلی یک گارد میر دنبال خوشگذرانی میگرده زن داره خویال قصهش هم میکنم گفت خواه خب بودیم یک پشت دروازه آمده بود فقط در میزد و در فارسی در زبانی که تو میگی ما گپ میزنیم گفت نه تو با مشت میزد من در دلم میگم این میگفته آجی در باز کو آجی در باز کو میشکنانم به خدا قلفه گفتم میگفت آجی در باز کو با فکر کرد گفت که آجی نمیگفت یک چیز دیگه، گفتم نامش میگیری گفت نامش نه یک چیز دیگه میگفتم خب پس میگفت خدا بزنه تا قرآن کمرت بزنه باز کو <تصفح> گفت یادم نیست ولی همچین چیزایی گفتم خب چی کردین؟ گفت مرا در زیر تخت پود کرد گفت زیر تخت پود شو چپلی اپلیم هرچی بود دم زیر تخت تیلک کرد گفت که میره خودش درواز میکنم درواز میکنم مکتش میرون بیرون و ای رو میبرم آرام کنم وقتی که م رفتم تو دیگه در دا هیچ کس باز نکو که چی خبر است <تصفح> گفتم کی هست در پلیس زنگ بزن کی آمده دنبال تو گفت چوب باشه چیز نگو. وقت خراب این تایم نیست و وضعیت قرمز است برو زیر تخت گفت من زیر تخت رفتم و چپلی ما هرچی بود زیر تخت تیلا کرد و که زن در آمد درونی و اتاق گفت نمی فهمم من زیر تختم و تو می دیدم گفت فقط ای را کتموشت می زد و من در دلو می گفتم کتموشت می زد و می قرآن در کمرت بزنم من خرج ندارم ما زندگی ندارم تو آمده اینجا میگه می تلپی توی لب لبا ولی ای فقط او را بغل میکرد و ای زاری میکرد دستش در گردن او انداخته بود میگفت او را در نظر من ما زبان اینا را نمیفامیدم او را فقط ناز میداد ما هر لحظه میخواستم از زیر تخت بیایم بیرون که در سر یه عمله کنم کی هسته که تو گردن ای را گرفته و ای را باز زاری میکنی و اینا رفتن ای را برد بیرون و نمیفهم دهی چی گفت و ای برد بیرون آرام کرد و ما دویده رفتم از پشت اینا یعنی دیدم که یک مرد دیگان بود که از اینا یک بچه جوان دیگان بود و ای شگرددی مرا برد ای را که برد و ما در زنگ زده میرفتم یه تلفن مرا قطع میکرد ما زنگ زدم میرفتم تلفن مرا قطع میکرد خب خلاصه او روز تلفن مرا جواب نداد بسیار یک روزی خرابی داشتم گفتم کی بوده برای از این کردم که تو را کدام کسی دوزی کرده ما برم در پولیس زنگ بزنم گفت نه برای هیچ کاری نکدم و اتاق بشی کسی آمد از مردمی ما بود فامیدی که انگلیسی گپ نمیزنه یا انگلیسی هم گپ میزنه و یا بود چشم اشتیا بود سک در نکنی گفتم خوب گفت من خبرت میگیرم اگه و نتونستم فردا میایم خب خلاصه او شاو و برازی مسیج کردم می رفتم و این می گفت که مسیج نکو که ممکن است اینا مسیج تو رو ببینم او شاو نامد و فردایش هم نامد بر من مسیج کرد که بسیار ببخشی یک کار بسیار مهم است بر من بر تو حتما خبر می خب بعد از دو روز بعد همین تطلا آمد و مرا گفت که این آپارتمان ما یک ماه کرایش ها دادیم یک ماه در اینجا بشی <تصفح> یک ماه پول پیش هم هست او یک مار هم بشه بعد میتانی آپارتمان الا کنی بخاطر که ما در تو نگفته بودم من یک زنی را که هیچ خوش ندارم و هیچ دوست ندارم و در تو اگر میگفتم تو ممکن بود که کتما دوست نمیشدی اونو خودش در گردن من انداخته میخواه که در دولت شکایت کنه و ما را تو اونو دوستم که آمده دیدن اونو البته دایی گفته اونو مردگاو اونو افغان مردگاو مرا ده دا بلا داده اونو مرا رفته پیش او که شورد بر تو چیت میکنه میگه من برش گفتم خب تو گفته بودی هیچ کس ندارم چه تو زن داشته گفت خب منم هم میخواستم تو رو ناراحت کنم تو رو بسیار دوست داشتم گفتم خب حالا او زن تو که او را دوست نداری تو خود چیزی نداری چی او از تو چی میخوای که تو میخوای که او یعنی در دولت شکایت نکنه گفت یک چیز می ما افغان هستیم ما افغان ها اگر سر ما بره و اینا باید زن ما طلاق شوه از پیش ما چون اگر زن ما از پیش ما طلاق شوه و تمام مردم ما را سنگتار میکنه گفتم یعنی چی یعنی هرچی که دوست نداشته باشین باید کدش زندگی کنی گفت آه. گفتم خب من تو رو دوست دارم نمیخوایم تو رو از دست بتام خب برو او رو طلاق کو رو دوست نداری من میرم برش میگم که این تو رو دوست نداره چرا ای را گفت نه،, نه نه نمیشه گفت اولاد چه اولاد داری گفت نه پشت و قصه نگرد دم گفت دیگه سوال نکو فقط این که من نمیتونم اون را طلاق بتون مردم ما بسیار بد مردم هستن ما اگر زن ما طلاق بدم یعنی سنگسار میکنن مرا گفتم خوب برو در دولت شکایت کو بگو مردم ما اینه تو هست که دولت امریکا درباره مردم تان گپ گف بزنه گفت نه نه عزیزم اینه برش گفته جگرم عزیزم دوست دارم همینجا هم یک ماش ماش البت کردم که برو دیگه تمام شد دیگه ما خلاص شد دیگه ایره نمیتونم طرف بیایم. خب یه دختر میگم ما گریان میکردم و این مره ناز میداد در دا جیبش یک مقدار پیسه کش بود که یک صد دلار بوده پینجا دلار بوده گفتم میره بگی دیگه سایکو بر من مسیج نکنی که وضعیت خراب است و کل فامیلم جمع شده باور کنین مرد 65 جراحت داشت یعنی 65 جراحت داشت و گاردم هست باش که صدای من رو بشنوم گاردم هست پولی هم نداره کاری آنچنانی نداره کاش که یک شرکت کار میکرد که حداقل درآمد از ای مایی که یک دختر اینجا با چند اولاد با زن حداقل مایی یک پنج هزار دلار درآمد میداشت کی میرفت دنبال تو خوشگذرانی خب ای دختر میگه ای رفت گفتم کی میخوایی مرا ببینی من خب میمورم تو اگه مرا نبینی گفت که من از تو شاید خبر بگیرم ولی دم زنگ نزن لطفا من از تو خبر میگیرم یعنی تو رو خاطر جمع کردم که یک ماه کرای خانه داده است یک ماه پیس پیش دادم و تو میتونی اینجا بشینی تا او وقت تا او وقت خدا بزرگ است ببینیم چی میشه اگر تانستم خب دوباره یک آن اپارتمان کرا میکنم که هم دیگر رو ببینیم ولی این تا که با هم دیگه زندگی کنیم وضعیت قرمز است و زن خبر شده ما دیگه نمیتونم <applause> میگه این رفت من گريا کدام گریان کدام یک می گلاس ملاس بود دخترای امریکایی یاد داره زورش که داد بود گلاس هم ایده میکنه کاس هم واسه که مردکه از کدام گودویل خریده بوده خدا میفهمه کدام برش مفتی داده بوده یا از خانهش دوزی کرده بوده میگه کل چینی هایش هم زرفای شکستنیش ها شکستم و کالامالایش گرفته برد و بسیار اصابم خراب شد سه روز من از خانه نبر آمدم یعنی فقط گریه کردم گفتم چرا؟ بر چی؟ گفت آخی من میدل استرنه بسیار دوست دارم مردای گفتم چرا؟ گفت بخاطری که بر ما اگر شگرددی تو دیگه مردم باشه او قدر که اینا کت تو خوبی میکنه تا جایی که من شنیدیم از دوستایم و خودم دیدیم نمیکنه غذا میخره و در کار نمیکنه فقط میگه تو کت ما باش و تو خوش بگردم <applause> شاید بین خود یک اینا یک شش ماهی بودن اینا یک پنج ماهی بودن اینا یک سال بودن نمیفهمم موقع سوالی دیگه نکردم برای دختر گفتم تو هنوز جوان هستی برو یک میدلسترنی جوان پیدا کن چرا دنبال ازمی میگردی؟ تو پیرا را گفتم حالت بد نمیشه گفت نه من دوست دارم گفتم چرا از جوان بدت میای گفت نه راستش برای تو بگویم جوان برای آدم چیز نمیخره میگه چای خریدی خودت چای تا بخر نان خریدی بیا شیر کنیم با هم دیگه پیسه شمیدیم برای دام کالا نمیخره برای آدم نمیخره گفتم دختر جان چرا رفته کار نمیکنی گفت خوب کار نکردیم تا حالا درس یک کمک درس خواندیم یکم مادر پدر داری گفتم مادر دارم شوی کرده پدرم هم گرفرند داره ولی جتر با پدرم هستم پدرم گرفرندش مرا خوش نداره به همون خاطر گفتم خب خوش نداشته باشه برو خانهشان بشی پدر دستم واضبت میکنه گفت نه دیگه من سنم 22 ساله هستم گفت دیگه پدرم مرا شاید در خانهشم گفتم ما چه کار میتونم برات بکنم گفته هیچ بغلم کرد یکم یک اشکاش رفت تشکر که مرا امروز کرد ما یک گپ یکم دلم خالی شد برش گفتم دختر دخمه دختر دارم هم سن سال تو درس میکنه کار میکنه به خدا در سر مردا رأی نمیزنه بار بار ما برش میگم دخترم عزیزم دخترای من البته کلشان با غرور مثل مادرش است برشان گفتیم دخترو ازدواج میکنین آروسی میکنین برازی دختر گفتم گفتم من از وطن خودم از کشور خودم از کشور همسایه ما ایران هر کس خوش کردین فقط بر ما بگوین مسلحت کنین و ما بچه را ببینم آروسی کنین بر ما میگه نی مادر ما مصروف هستیم بان درس ما تمام شد و درس را تمام نشده ولی خدا را شکر در بهترین کمپنی کار میکنه گفتم گفت خب چون مادر مثل تو داره مادرش بسیار خوب است گفتم دهی نیست ما به مادرایی را دیدم که در جاهایی رسیدن چرا همیشه هر کاری که کردین گناه را از مادر حساب میکنین یا از پدر تو 22 ساله دختر هستی گفتم یک امریکایی هستی تو جهان مردم دنیا گفتم میموره امریکا گفته برو در فیسبوک یک جوان پیدا کو کتش قول و قرار کو بگو من خرج مبتی گفتم تو یک دختر امریکایی هستی چی کم داری؟ زیبا مقبول اندامه ببین گفتم دیرینگ نکو سکرت نکش اون بیت تو پیده چیزی که میگم دو داره زیاد به دا خودت ضرر نزن دختر باور کو نشنیده بود هنوز هنوز همچین گبی کسی برش نزده بود حیران مانده بود میگفت که تو با ما یک گبای خوب خوب مرا زدی ما در عمرم همچین گبایی نشنیده میتونم بچه تو هم سنو سال دخترم هستی نان بخو برینگ شراب نخو کتوم در مغزت بد است در یه تو رو خراب میکنه اندام رو خراب میکنه روی تا چون بلوک میکنه گفتم طرف ما کو ما چند سال هستم چند سال هستی باور کو تعجب کرد گفتم شش تا اولاد دارم گفت شش تا اولاد داری خوش به حال اولادایت من به خدا گفت امروز که یک دفعه امرای تو گپ زدیم <تصفح> یعنی دوش آمدیم هر روز با اولادای گپ میزنی گفتم نه زیادتر ایش خبر نمیشم سر کار میرن یا ما و از اونا پیشتر بیدار میشم ما میرم سر کار گفتم من مرا زیادتر نمیبینن بعض وقتا ما فقط شو وقت خاو خبر میشم که کی کی آمده کی نامده گفتم نه از خوب گفت خوب ایقا اولادایت خوب سربرا درس میخوانه. خوب کی کتشان گپ میزنه اینا را گفتم هیچ ما همونتا تربیه ما هست خوب پرسان کردم که چی کردی و چه خبر و گفت که قصه رو برتان بکنم این بوی فرند امو مردکرم گفت هر چی میزن و ای را پیدا نمی کنم گفتم خب و دوستش ها نمیشناسی گفت نی میخوایم بروم ببینم که اولاد چند اولاد داره نی اینا قدر شله است اگه یک مرد پیر یا یگان کسر پیدا کرد دیگه ایلا نمی کنم و کم می گیرم. برم که خرجش تا کالا بخرم گفتم کسی را نمیشناسی کتش رستورانتی جایی نرفته که سلام علیک کرده باشه فکر کرد ما تو در بلا مردم فکر کرد گفت چرا؟ یک پرژن رستوران رفته بودیم گفتم کجا؟ گفت ولی گفتم کسی کسی سلام علیکی کرد گفت آه با یک که تو حق خاک کرد یک دیگره. گفتم برو همونجا. ازش پرسان کو بگو خانش کجا ساده است اگر نداد فقط بگو دلم برش تنگ شده ما میخوایم که ببینو میشه پرسان کو که دیگه این جمعیه یا آمده یا نماده اگر برای تو گفت ولی یک چیز برای تو بگو این مردم پرژن که هست همه ایرانی ها گفتم اینا در کسک کس که خانه کسنشان به تو برای بگو یک های اینی کار کرده و بان که ایرادگیر بتم ای تو افتم کار نمیکنه همیشه خود دور میگیره فکر کرد فکر کرد گفت که خو یک دانه از کشور خودش بود که یک روز مرا برده بود در دوکانش که بر ما یک دانه زنجیر بخره گفتم افغان بود گفت آه گفتم کجا بود گفت در دا دانتاو گفتم اونجا برو اونجا برو بر از او بگو که ما بروکاپ کردیم و هیچ خبر مرا نمیگیره گفتم او فورا آدرس خانه شا بر تو میتن گفت راستی گفتم ما برو آدرس خانه پیدا کو برو ببین چند تا اولاد داره زن ببین گفتم امو که آمده پشت در ببین چه قسم زن هستم گفت خوب یک بغل کرد و کت خود گفتم خدای ببخش یک برادر پیر بچه افغان دگیر دا دادم برا ببخش خوب عزیزان من منظورم این است که زنای افغان کمک کنم و زنای افغان کمک شود البته کسی اگر بخواهی که ویدیوهای ما را گوش کنم خب عزیز دلی که میره البته قصه شد بعدا دم بر ما گفت و که این میره دیشه دوباره ما را دیدم و امروز خواستم داستان را برتان بگویم این بسیار من جالب بود ای که میره دکانی مردکه افغان پیدا میکنه که سلام علیک میکنه ای میگه براش ای گفت خودش میگه دیگه چای میخوری کافی میخوری چی میخوری من برون بر تو بیارم آ گفته کافی میخورم یک کافی برای از میاره خود چی خبر او مردکه خبر داشته ای میگه چی برو کاب کردیم و مرا آمد و از پیشم رفت و یا خبر ندارم کجا هست گفته خود چی تو زندگی میکنی گفته که یال زندگی میکنم کنم آپارتمان هستم انوزم و او چون کرایش دادگی است گفته خود دیگه کس دیگه را پیدا نکرده گفته نه هنوز پیدا نکرده میگه مردکه لبایش همه لیسید یعنی چند میگفته که خوب دختر جوان دیگه گفت خب چی میکنی حالا گفتم می شنه خانهش آدرس شبلت است دیده بسیار دلم برش تنگ شده فقط می از دور ببینمش هیچ خبر را نمگیرم گفت تلفن تو چی گفتم مرا بلاک کرده. <applause> گفت خب, خب در امریکا رسم نیست که برو از دست شکایت کنه خوب شوگر دادی بوده الهیش کرده دیگه کسی کاری نمیتونه کسی نمیتونه برو بگه این مرد کتما بود حالا مرا الهی کرده کتما گپ نمیزنه هیچ چیزا کسی اینجا نمیتونه اینجا قانونی است گفته که خب فقط میخوای ببینی یا نه میخوای دوباره کتش دوست شوی دفت, نه دوست نمیشم فقط میرم میخوایم ببینم میشن. خب عزیزان دل ای آدرس خوب کامل لی نوشتم میکنه که برو اون در فلانی جای خانیش هست و برو ببینشم ای دختر این جبان دست درد نکنه ای دختر آدرس هم میگیره و از اونجا یک دباست میشنه که ای تفلک در چی میشنه میره دم خانه از اینا در میزنه که در اموزن باز میکنه و میگه یک رقم پوشیده بودی من ردیدم دیدم ترسیدم مثل او بعضی چیزا سومالی ها نشان میتن. میگه بعض مردم های افریقا که چادرشینی قصد و دامنش کشالو و میگه در آواز کرد مزید ترسیدم پس رفتم گفت که گفت چی میخواید از زبان خودشان یک چیز گفت گفتم ایش پس پس رفتم گفت که دخترش از صدا کرد از داخل دخترش آمد در انگلیسی از ما پرسان کرد که چی میکنی بر چی آمدی؟ گفتم اینجا خانه فلانی است گفت گفت بر چی گفتم تو کی هستی؟ گفت من دخترش هستم گفتم خو چند تا اولاد داره؟ گفت ما شش تا اولاد هستیم چش تا خوار بیادر هستیم گفتم او مادرت است گفت آه گفت تو کی هستی؟ گفتم من گرفرند پدرت که قبلا. که گیر شد که مگب می زدم بر مادرش ترجمه میکرد که مادرش دوید طرف من ای که دوید ما هم گریختم گریختم و فرار کردم و باور کنم تا ایزگاه بس تا ترسیده بودم که اگه این سر مولا کنم چادر شده سر ما بندازم من دیگه زیرو چادر گم میشم، شم خود دیگه قصه همین دیگه علاش کردم گفتم این زن ای تو خطرناک هست این مرا هر جایی ببینه مرا میکوشه دیگه ایلاش کردم خوب خواه عزیزان دل اینا بروکاب میکنن خوب قصه را شنیدین حال ما براتان چی میگم ده زنای افغان در زنای مسلمان چی یاد داده شده همیشه برشان گفته که وظیفه تو هست خانه جمع کنی وظیفه تو هست که نماز بخوانی وظیفه تو هست که روزه بگیری وظیفه تو هست که اولاده در دنیا بیاری یعنی بزایی و کلان کنی تو دیگه اگه این کارا را کردی یک زن مسلمان خوب استی اگر نه در گفتی شوارت کنی باید یک زن خوب هستی شوی تو حق داره یک مرد مسلمان حق داره هر کار بکنه چون مرد مسلمان است یعنی که او دختر جوان مقبول یک سال یک جای بشه نه خب مرد مسلمان است بدون نکاح او برزیز اینا گفتن نمیشه ولی اگر زن با یک مردی دوست شوه حتی هم وطاقی نباشه و کار خراب به بگفته اینا زنا هم نکنه یا نمو کارا را نکنه ای یک زن خوب نیست ممکن است که در جهنم ای در جاهای بد بد شوایزان شود در موهایش ولی هیچ کسی برای یک مرد نمیگه که اگر تو در دنیا زنا کنی در دنیا ممکن است تو را در آلت تناسولی میگه چی میگه دمو او اوزان کنه این کس نمیگه برش چون میگم همیشه گفتن خدا مرد است پیغمبر مرد است ما اول ویدیو براتان گفتیم هیچ کسی نگویه که من توحین میکنم این نیست ما که کلانا کلش مرد است یک زن نمیتونه پیغمبر شوه یک زن نمیتونه از خود دفاع کنه یک زن نمیتونه هیچ وقتی در افغانستان رئیس جمهور شوه. ما امروز می حقیقت را برتان بگوییم زنای افغان کسایی که صدای ما را میشنوین کسایی که بسیار میگین که ما شکر یک زن مسلمان هستم من شکر یک زن مسلمان هستم ما باید حجاب کنم ما باید از اولادم پرستاری کنم ما باید نان خوب پخته کنم ما باید از شوهر کنم آیا تو میفهمی که شوهرت تو را از قلب دوست داره یا نه تو فقط مزدوری هستی که دمو سایه سر تو باشه؟ من میخوایم از زنای افغان پرسان کنم نه همه زنای افغان درست خوبایش باشه ایوم خوب است ایوم بد نیست اما بدی نکرده ولی داستانش امروز گفتم ولی میخوایم از می و امسال از می پرسان کنم شوهر تو یک گارد است عزیز دل شوهر تو یک میلیونر نیست شوهر تو یک خانه نداره شوهر تو یک زندگی خوب برای تو جور نکرده و تو بسیار یک زنی خوب استی به نظر خودت چون تو جواب تو کامل است اولادا را تو کتا کرده تو خبر نداری شوهر تو در بیرون چه کار میکنه او مسلمان است و تو هم مسلمان هستی تو جک بزنی او میگه قرآن تو گفته تو صدای در بیایه میگه خدای تو گفته پیغمبر تو گفته زن باید اطاعت کنه از مرد همیشه ای در قرآن آمده در نهج البلاغه آمده در کتاب های بخاری و امام عمر و امام علی و امام همه امام ها آمده که زن باید اطاعت کنه در دین اسلام در مسلمانی عزیزان دل ایج وقتی توهین نیست این حقیقت از کلتان میفهمین کاری ما است که شما را آگاه بسازم منظور ما این است که اجابت پس خوار منظور ما این است که تو نماز نخوان روزه تا نگیر در دینت ما کم باش ولی سعی که یک کمی غرور و غیرت هم داشته باشی شوهرای تان به گفته ایرانی ها بپایید وقتی میفهمی شوهر دو شو خانه نمی آیا. سه شو خانه نمی آیا. برش زنگ بازن بگو کجاستی تلفن تو را نگرفت بیا بیا بشکو چیز جور کو دمی امریکاستی اروپاستی فرق نمی کنه در افغانستان نمی تانی. حتی در ایران هم می تانی شوهرای بگیرین چرا او شما اولاد او را کتا کنین در دنیا بیارد بر از او بچه دختر صاحب همه چیز او است تو سایب هیچ نیستی خوهر از او بر تو یک نگهبان است مادرش یک نگهبان است بیادرش یک نگهبان است بسته فامیل او را تو باید تر کنی نان برشان پخته کنی یا برشان بتی ولی تو نوکر هستی خواهر من نوکری بس است ای که براتان یاد داده شده که شما در طبقه اول بهشت هستی کارا را بکنی به خدا دروغ است به قرآن دروغ است دروغ است چون و اونجا ای مردکه بهشتی باشه تو میشی زن هفتاد و دومش در خودتان برسین هفتاد و چارون پنجومش من چون هور است یا هفتاد و دو هور است تویش هم از یاد اطلاع ندارم خواهر مدمی دنیا که زندگی میکنی سعی کو یک کم لذت امی دنیا را ببری شاید دمو دنیا رفتی ما تو یک دیگه یک دیگه رفتیم هیچ خبری نیست مور و موریانه ما را خورد دهی دنیا هم که ما زندگی نکردیم شوی میره بدترین کارا رو در بیرون میکنه به نظر خودشان بهترین عشق و عشق بازی را میکنه ولی تو از دنیا خبر نداری خواهر من منظورم این است که تو برو پای تلوچ کارا بکنی نکنین چون ایز و هر بد بلا است خدای نکردن نگیرین کسی نشناختین کتشان سعی کنین در تخت خوابش نرین منظورم این هست که مقایسه کو تو زن هستی و مرد است مقایسه کو ببین حق و حقوق تو تا چی حد است تا, تا چی حد چقدر قدر میتونی از خود دفاع کنی چقدر میتونی حق رو بگیری از یک شویی که پیسه نداره از پیسه گاردیش میره برای خود گرفرندی مرده که مرده 65 ساله و تو میره دختر 22 ساله رو میره کتش زندگی میکنه و برای تو زنگ میزنه خب من گارد هستم روز که اینجا کار میکنم شب هم اینجا خواه میکنم یک کرایه آپارتمان میفهمین در لس آنجلس چقدر است یک اتاقه 1700 1500 از دی کرده پایان نیست دلار یعنی 1500 اگه 400 بگیری موش و موشخانه و سوسکانه او و امی مادر کیکا است اگه 700 شب بگیری 2000 شب بگیری یک ذره بهتر است دمی لس آنجلس اگر بورا اینا موتل هم بگیرن خب اما موتل هم ما اطلاع ندارم شاید صد دلار باشه چون هتل دو نیم صد سه دلار از صد لس آنجلس آیا حق تو را یک کس، کسی دیگه میخوره این را برای تو اسلام گفته دین تو برای تو گفته که خیر است که هر کس خورد تو نان خشک بخور چون تو در بهشت میری برای تو اونجا وعده شده حق تو خورده میشه شخصیت تو خورد میشه خود تو خورد میشی تو از زندگی چیز هیچ چیز نمیفهمی هیچ چیز نفهمیدی ولی تو هنوز هم میگی که دین گفته اینه تو کو دین گفته اون تو کو این رمضان آمد اینا خوب میخورن خوب میگردن روزا نمیگیرن به خدا من قسم میخورم از صد مرد افغان در لس آنجلس اگه دو تاش روزه بگیرم قسم نمیگیرن چون زیادتر اینا الکلی هستن درینگ میکنن سیکریت میزنن خب سیکریت و روزه رو باطل میکنن چطور یک نسواری میتونه یک روز تا روز روزه بگیره نمیتونه من اینم یه آدم سالم هستم بعض وقتا من صبح غذا نمیخورم میگم نمیخورم تا ساعتی که خوب گوش نشده به خاطر اندام و بادی و اینم صحتت خوب هستم و خدا نمیتونم از ساعت چهار بعد من دیگه خود کنترل نمیتونم باید یک چیز پخته کنم یا بروم یک رستوران جایی یک چیز بخورم چطور چی میتونه یک سیکریتی روزه بگیره تمام روز روزه نمیگیرن اینا نماز خو هیچ نمیخوانن هیچ یاد ندارن زیادترینشان. میشن و خدا زیادتر, زیادتر یاد ندارن تو چطور در خود جور میتی که با همچین آدمی یعنی ای قدر مغز تو کند است ای قدر سواد تو پایین است خواهر من شاید ده سال میشه در امریکا هستی پنج سال میشه در اروپا هستی شش سال میشه در کانادا خواهر ما دور و اطراف تا ببین مردم چی میکنه آگاه شوین آگاه شوین آگاه باشین دین تو دمو پشت تو دمو بایگ تو کسی کار نداره برای تو ولی سعی کنید از حق خودتان دفاع کنید از حقوق خودتان دفاع کنید که چقدر تو دمی خانه که زندگی میکنی تو چه حق چقدر حق داری آیا تو حق ازیر داری که یک خوارت مهمان کنی بدونی که ننوی تو باشه یک گوشت گوسفند این همه قبر خوارت پخته کنی بگو امروز خوارم آمده خانه از من هستی رو میتانی؟ نه نمیتانی من مطمئن هستم که نمیتانی خاطری که معلوم است از طرز پوشیشو و طرز که شوهر تو میره دستر تو پیدا میکنه چون آروسی نمیتونن اگر آروسی بتانه این همینجا به خدا کتمی پیسه چندرقاز پولی که تو کار میکنی بچهت کار میکنه دخترت کار میکنه و خودش یا گرد یا دوال کار میکنه یا میره در یک جای هم دپو بار, بار میبره یا آمازون کار میکنه با اینمی اگر از سر تو اینمی مرد مسلمان اگر ده تا زن نگیره چون اینجا زن فریمان هستم اینجا زن ها میبره اینی دخترها میبره مردها را نان میتن برش هدیه میخرن برای از او گفتم ده تا را میگیرم ولی اینجا قانون نیست باید یک زن داشته باشه دولت زندگیش تباه میکنه اگر دو تا زن یک جای بگیرن. چون قانون امریکا فرق میکنه من دیگه جای اروپا هم همین قسمت میگم خواهر ما خود بیاین در خود بیاین از حق خودتان دفاع کنین تا نادانی تا بکه خریت که ما سیاسر باشیم و اینا این به همه چیز و به کس و که اولاد داره شش دانه میره دا یک دختری که میگه من هیچ چیز ندارم تو رو هیچ حساب نمیکنه اگه حساب اون کنه یا تو کور حساب میکنه کار حساب میکنه یک چیز دیگه حساب میکنه سال 2006 شوهر من رفته بود یک جای خواستگاری گفته بودن که زن نداری؟ گفته بود نه زن دارم اینی دو هزار و شش رو ببینی آلی رو مرا ببین اینی او وقت خوب من جوانتر بودم از یالی رفته بودم بود. گفته بود من زن میگیرم خاطر زن من کار نمیتانم من در بسیار خوب است اون وقت من استاد بودم گفته بود من دراماتم خوب است و با چوب را میگرده کمرش کله است و نمیفهم که وقت من خبر شدم رفتم خانه اینا زنکه گفت تو که گفتی زنم کتشوب میگرده این خو بسته فامیل ما یک جا قرد میکنم میخوره پایان ششته بود من در سر بستره ششته بودم طرفش گفتم دینا گفته ما با چوب را میگردم خندید گفت خود بر ما دختر نمیداد اینا زیادتره نشان نمی تا هستن مردای مسلمان پشتونا تاجک ها مرداش هزار ها فرق نمیکنه. کنه در او کشور باشن کل اینا اینا تو مردم های لوچک مردایشان دور از خوبایشان باشه مردای های لوچک و مردای های به همه چیز هستن اینجا که می آین باز خدا در روی فیسبوک که با دخترا دوست میشن چی میگن ما میدل استر نستیم اینا خیال میکنن که اینا عرب هستن اینا خیال میکنن که, می که ایرانی هستن به خدا نام افغان بشنوه اینا نه میترسن نام افغان بشنوه پیرپاتالاش میترسه میگه ازش پرسان کردم که خب چی بود مسلمان بود گفته آه گفتم مسلمانی چه قسمیه نه بسیار نماز قرآن گفت نه گفتم گوشت خوک میخوردین گفت آه اونو تو مسلمان است با زن ببین گوشت خوک میخورن شراب میخورن نماز نمیخوانن خدا را نمیشناسند، هیچ دینی نیستن ولی زنم میگم میگه من مسلمان هستم تو زن مسلمان هستی از اولادا خوب معاذبت کو پیغمبر خدای نیتو تو گفته قرآن نیتو تو گفته خدای نیتو تو گفته یک چیز ما میخوایم از شما زنای مسلمان یا زنای افغان من مسلمان های دیگر کار ندارم توهین برای کسی نمی کنم ولی امروز حقیقتی که من اینجا آمدیم بر زنای افغان است میخوایم از شما پرسان کنم خدا با شما دشمنی داره خدا با زنای افغان دشمنی داره کدام دشمن است شما کدام نکنه کتی بی کدام انباغ بودین چی بلا که هر چی میشه شما باید بکنین ولی مردانی زنی مسلمان باید تو باشه زن مسلمان باید تو باشه زن مسلمان باید اطاعت کنه زن مسلمان باید چهار تا باغ در سرش بیاره چرا امی امی خدایی که شما میقدر ما تو مادر ما خواهر ما همه گفتیم چرا امی نمیگه که زن مسلمان باید چهار تا شوی بگیره زن مسلمان مگه دل نداره زن مسلمان باید بوی فرند بگیره مگه زن مسلمان دل نداره در اینجا هست که من بعض وقتها به خدا شک میکنم شک میکنم میگم چرا؟ البته نه که ما برای خود ما اینمی بعض وقتا زمان های که ما در افغانستان بودم و ایران بودم بسیار ما آدم مذهبی بودم و جامعه تا زهرا میرفتم و بسیار با آدمایی های ششت و برخواست میکردم که حتی روی شکست نمیدید پس وقتا فکر میکردم میگفتم نکن اینمی چیزی را که ما را بر ما گفته اینمی غلط باشه بس توبه میکردم گفتم یعنی شی که من هر کار میکنه می این یک سیغه عربی را خودش یک دو کلمه میخونه میگه تو بر من حلال شدی خود ایران هم تو هست مولای هر کار میکنه در افغانستان هم, تو هست دختر یا زن میره پیش مولا که بر من تعویض بده میگه خاو کو شکم تو زیر ناف تو من نوشته کنم با که خود جمع جور کرد اون مولای لندای بر اومده بود مولای ایراتی بر اومده بود مولای دیگه در کابل بر اومده بود مولاد ماجید بر که کتی زنا در این دروغ نیست کلش حقیقت است در فیسبوک ها پوست است ما در تک تاک هم پوست کردیم برین ببینین میگت ما در تو حلال نیستم چرا در روی شکم هم نوشته میکنی میگه من وقت خواندم دخترک ویدیو گرفته که خودش خواسته زن است ویدیو گرفته از ملا میگه خب چی خواندی میگه اینه نیکار دوباره تکرار میکنه زن شویدار رو برای خود محرم میکنن اینا کی باشه شک نمیکنه تو شک نمیکنی ما مدام های افغانستان و قیتبار ندارم و قینا را میگم نه کلشان باسواد است. ولی در ایران که بودم مله های اینا دانشگاه خوانده بودن و بعضی مله هایشان میگفتن ما اینی قسال است که دوز درس خواندیم من خیال میکردم اینا خیلی میفهمند ولی حالا خیال میکنم هیچ کدامشان اندازه هیچ چیز نمیفهمند نیم مله ها نیم مله اینا از پیش خودشان در آوردن که برای خودشان و فایده خودشان خب عزیزان دل خدا کنه که شکتان رو برطرف کرده باشم هیچ وقتی من توهینی به کسی نمیکنم ولی امروز داستان من نشر کردم برتان گفتم برتان بگویم خواهرای عزیز من خواهرای افغان من در کسای دیگه کار ندارم ها رو گوش کنین در خودتان بیاین یک کم در خود برست که شوی 65 ساله تو پشت دختر 20 ساله نگردن برو محیط و آرایشگاه برو در خود پو پودو پده تا کم کو خواهر ببین که چی کم داری که بیرون میره اگر دیدی بازم توی هیچ کم نداری بیرون میره چرا مو کارت نمی نمیکنی که مثل سگ به البته دور از سگا دور از سگا من اینا را فدا یک واق سگ میکنم در خودت بیا که اینا جمع شوه چطور میتونه یک گارد همشش اولادنان بتن و هم گرفتن داشته باشه و هم تو زنش باشی. منظورم یه است که مردا رو کمک کنین. اینا خوادم نمیشه. تو ما یک دیگه هم گرفتیم نگرفتیم در خود آمدیم اینا آدم میشه خواهر من. خواهرای عزیز. افغان گرانقدر و عزیز مسلمان. یعنی اگر تو در خود نبیایی یک دیگه در خود نبیایی اینا دمی امریکا رو افغانستان خیلی میکنن میگن ده اونجا هم ده تا ده تا میگرفتیم نیکا میکردیم اون نکاح چی نیکایی هست او؟ اینجا به نکاح دخترها پریمان است قدر دختر است و خدا کته کور و کر میره ما چی برتان بگویم زنای افغان اینم شویایتان که شو نامد برش زنگ بزن ببین کجا رفت از مرز اگه در لس آنجلس باشه ببین از مرز دیر شده رفتم مکزیکو خو اینا پاسپورت زیاتر پاسپورت امریکا رو دارن اینا در دا کشور میرن خودتان بیایید امیدوارستم در کامنت نوشته کنین که شما عزیزان با من چقدر موافق هستین و چقدر مخالف من من فالوور عزیز من میگم این کسایی که چرت و پرت میگن و که شکر زنای افغان مسلمان است شکر زنای افغان مسلمان است حجابش پس نمیکنه دینش پس نمیکنه من برای هیچ کسی نگفتم حجاب تپس کو یا دین کو من برای حجاب دارا بسیار احترام دارم برای دیندارام بسیار احترام دارم و همه قسم برای به هجابام احترام دارم برای به دینام. کل این مردم برای من یکی است من انسان ها را احترام زیاد دارم فرق نمی کنه که چی دینی باشه چی آینی خداوند ها نگهدارتان تا برنامه بعدی که بازم با شما باشم شما را به خداوند پاک و یکتا مسپارم خداوند رو نگهدار همه شما خوبان نازنین ها در کامنت نوشته کنین شهری که شما زندگی میکنین ببینین فرند بسیار فریمان است برای مردا یا نه یا فقط لس آنجلس ما یکقدر دختر فریمان است و که هر مرد افغان پیر پاتالش میره بر خود میگیره خب عزیزان خداحافظه میکنم برای شما کت شما شما را با ما باشین با ویدیوهای دیگر و داستان دیگر تنهایتان نمیمانم خدا کنه که همیشه با هم دیگه باشین فقط سابسکرایب و لایک و کامنت یادتان نره که خوشحال میشم که سابسکرایب کنین که چنل جوز جوزجانی مزاری وسعت پیدا کنه ویدیو دست به دست شوه ویدیوها ها را تا میتونین شیر کنین عزیزان دل خدا کنه اینا مینا اومده باشن. تا میتونین شیر کنین و در دست خواهرای دیگه ای ما که در اروپا و امریکا و کانادا هستن برسن و از خودشان مواظبت کنن و در خودشان احترام داشته باشن خدا حافظتان بدرود ایرانه بود. نه مردم ما میگه فارسی زبان ها.